در کانال وقت داستان با جان شیفته همراه ما باشید. اثری از رمان رولان، ترجمه محمود اعتمادزاده، بهازین. به روایت شهرزاد فتوحی، کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی، تابستان بخش دوم. مارک دوستی نداشت. این پسر 13 ساله که با نزدیک به 30 تن بچه دیگر صبح و بعد از ظهر در کلاسی به سر می برد، از همشاگردان خود جدا می ماند. او پیش از این که خردتر بود دوست داشت پرحرفی و بازی کند، بدود، داد بزند، اما در این 1-2 ساله اخیر خموشی های گاهگیر در او دیده می شد. تمایل به گوشه‌گیری داشت. این به هیچ رو بدان معنا نبود که دیگر نیازی به رفیق نداشت. شاید نیازش بدان بیش از گذشته بود. درست همین، نیازی بیش از اندازه. آنچه او می‌خواست و آنچه می‌داد هر دو از حد می‌گذشت و در این بوته بهاری همه جا خار بود. مناعتی برانگیخته، هر کمترین چیزی او را میرنجاند و او از آن که برنجد و خواسته از آن که نشانش دهد ترس داشت. چه این ضعفی است و میباید از دادن دستاویز به دشمن و در هر دوست دشمنی نهفته است پرهیز کرد. آنچه او از اصل و تبار خود، از گذشته مادر خود فهمیده، یا بهتر بگوییم در تصور آورده بود، او را در حالت ناراحتی بی‌معنا و مسخره و بهانه‌جویی نگه می‌داشت. مارک به استناد چیزهایی که خوانده بود یقین کرده بود که بچه‌ای است نامشروع. در کتاب‌های رمانتیکش نام خشن‌تری بدان می‌دادند و او امکان می‌یافت که از آن برای خود بهانه سرافرازی بسازد. دور هم نبود که در آن دشنام کهن بوی تندی از اشرافیت بشنود. مارک خود را موجودی جدا از دیگران می شمرد، جالب، تنها و اندکی نفرین شده. بعدش نمی آمد که خود را در زمره حرامزادگان اهریمن صفت شیلر و شکسپیر جا دهد و این به او حق می‌داد که مردم را با جملات تحقیرآمیزی که در خلوت دل می‌گفت تحقیر کند. اما هنگامی که مارک خود را در میان مردم، در کلاس دبیرستان میان همشاگردان باز می‌یافت، رمید خاطر و سنگین گشته از راز خود بود و بدگمان از آنکه مبادا بتوانند از رازش بویی ببرند. حرکات غریب و سر و روی ناشاد و صدای نازکش که تازه دورگه می شد، چهره کوچک دخترانش که سرخ می شد، رفتار گستاخ جوجه خروسوارش توجه و موزیگری همشاگردانش را برمی انگیخت. حتی او
در معرض پیشنهادهای شرم‌آور یکی از آن لات‌های خردسال قرار گرفت که نیمی به شوخی و نیمی به جد او را با دعوت‌های خود آزار می‌داد. مارک از آن یک سر منقلب شد. شب تا سرحد بیماری برآشفته و بیزار بود. دیگر نمی‌خواست به دبیرستان برود، اما نمی‌توانست به علت آن نزد مادرش اعتراف کند. میبایست خود به تنهایی دیگران را به پاس داشتن احترام خود وادارد. با خود میگفت میکشمش. اندیشه پرتلاطمش را امواج بلند از جا میکند. مارک در مرحله‌ای بود که نیروهای جنسی بیدار میشوند. این نیروها خیرش میکردند و به وحشتش میافکندند. مادرش با معصومیت شگرف خود از کنارش می‌گذشت، بی آنکه چیزی ببیند یا بداند. اگر آنت توانسته بود بداند و ببیند، مارک از شرمساری می‌مرد و او تنها و سراسیمه در حالی که خیشتن را تحقیر می‌کرد، خود را به دست خواهش‌های غریزه خاریزا می‌سپرد. ولی بچه، یک بچه بی‌نوای بدین نیروهای دیوان وش رها شده، چه از دستش برمی آید؟ طبیعت قول کردار در یک پیکر 13 ساله آتشی بی پروا می افروزد که چون هیزمی نیابد خود او را می بلعد. اگر او از نژاد پرمایه‌ای باشد، جز آن که از راه افراط در جهت مخالف خود را به تمامی به جذبه پرهیز روحی بسپارد که آن هم غالباً به ویرانی تن می انجامد، امکان رهایی دیگری ندارد. جوانان آن زمان که از نسل‌های گذشته خوشبخت‌تر بودند، تازه به انضباط مردانه ورزش‌های قهرمانی روی آورده بودند. مارک از خدا می‌خواست که مانند آنان عمل کند، ولی در اینجا باز طبیعت با او مخالفت می‌کرد. او نیروی نداشت. آه چقدر او به کسانی که نیرومند بودند رشک می برد. با چه تمنای حسودانه‌ای زیباییشان را دوست می داشت. تا جایی که کینه در او بیدار می شد. هرگز مانند آنان نخواهد شد. آرزوها، همه آرزوها پاک ناپاک در هم و شکل نایافته، همه دیوهای دشمن. اگر او سرمایه یا سلامت اخلاقی و از درستکاری نمی داشت و از آن بهتر اگر او از عظمت ناخودآگاه آن نمی دانم چه چیز خدایی، آن میوه رنجها و دلاوریها و شکیبایی ممتد بهترین افراد تبارخیش برخوردار نبود، آن که شرمساری آلودگی ها و اهانت تبهگشتگی ها را تاب نمی آورد، آن که در ردیابی هر چیز پست و زبون شامه‌ای نگران دارد، آن که او را تا نهانگاه های اندیشه هایش دنبال می کند، آن که هرچند همیشه از چرک و پلشتی برکنار نمی ماند، اما از قضاوت درباره آن، از قضاوت درباره خود، از سرزنش و شکنجه و تعذیب خود هرگز سرباز نمی زند، اگر او از این همه برخوردار نبود، بازیچه دست تصادف می شد و از دست هیچ کس برایش کاری ساخته نبود. غرور، ستوده باد غرور، مقدس باد. در چون این سرشت هایی از کودکان، غرور تندرستی است، تأیید خدایی است در میان لجن، اصل رستگاری است. چه کسی در تنهایی بی بهره از عشق، چه کسی بی غرور آماده نبرد است؟ برای چه نبرد کند کسی که باورش نیست ثروت های والایی دارد که باید از آن دفاع کرد و باید به خاطر آن پیروز شد یا مرد؟ مارک می خواهد پیروز شود، پیروز بر آنچه می فهمد و
بر آنچه نمی فهمد، پیروز بر آنچه نمی داند و آنچه بدش می آید، پیروز بر معمای جهان و پیروز بر پستی آن. آه اینجا نیست، همچنان که در هر جای دیگر مدام او شکست می خورد. مارک در تلاش خود برای کار، برای خواندن یا برای تمرکز اندیشه اختیارش از دست می رود، خود را زبون حس می کند، همیشه کمبود نیرو دارد، با این همه نیرو در او هست، اما پاک تازه شکل پذیرفته، از حد وظیفه و از تقاضای ارادهش فروتر است. گاه آرزوهای سالم و ناسالم او را به هر سو می کشند و جانش را می خورند و زمانی در چنان سستی و کرخی فرو می رود که قادر به هیچ کار و تمرکز روی هیچ اندیشه‌ای نیست. وقت خود را به هدر می دهد و حالان که بیش از اندازه شتاب دارد، از هم اکنون نگران آینده، نگران شغلی است که انتخاب خواهد کرد، زیرا می داند که ناگریز خواهد بود زود تصمیم بگیرد و باز هیچ دلیلی برای گرفتن تصمیم ندارد. با علاقمندی و بیتفاوتی برابر، با کشش و بیزاری یکسان، میان همه احتمالات در نوسان است. می خواهد و نمی خواهد، حتی قادر به خواستن یا ناخواستن نیست. ماشین در او تنظیم نشده است، به راه می افتد و یک بار می ایستد، یا آنکه سکندری می رود و باز خود را در چاله می یابد. آنگاه این چاله را وارسی می کند. این کودک که رنج می برد و خود را می خورد، بیش از هر کسی قادر به درک خلأ و ملال روزگاری است که به سوی ویرانی پیش می رود. آگاهی تند و تیزی از غرقاب نزدیک دارد. ولی از این همه مادرش چیزی نمی بیند. پسری می بیند عبوس و پرمدعا، سرکش، سبکسر، به صورتی بیمارگونه زودرنج، قلمبگو، اشکال تراش که گاه خوش دارد سخنان هرزه بگوید، اما در لحظات دیگر از یک کلام اندکی بیپروا میرمد. آنت به ویژه از پوزخندش براشفته می شود، معنای تلخ آن را در نمی یابد و از آن کمتر جنبه مبارزه جوییش را با ناسازگاری بخت. مارک ستمی را که بر او رفته است به نحوی دردناک احساس می کند، زیرا نه زور دارد، نه زیبایی، نه استعداد و نه ارزش، و این قضاوت خود اوست درباره خیش. او با افزودن شکست‌های خیالی بر شکست‌های واقعی خیش، خود را بیش از پیش از پا می‌افکند، با همه نمودهایی که می‌توانند سرافکنده‌اش سازند سر همدستی دارد. آن دو دختر کارگر که خنده‌کنان از کنارش می‌گذرند، مارک میپندارد که بر او میخندند و حدس نمیزند که خندشان برای آن است که بر سر کارش آرند. چه رخسار سرخ گشته دخترانه اش را بدان حالت رمیدگی چندان هم زشت نمییابند. میپندارد که در چشم دبیران ترحمی بی اعتنا برای کمایگی خود میخواند. میپندارد که رفیقان پرزورترش ناتوانی او را تحقیر میکنند و ترسویش را برملا میکنند، زیرا او که به افراط عصبی است در پاره لحظات ترسو میشود و چون قلقشی در او نیست به این نکته نزد خود اعتراف میکند و شرف خود را لکه‌دار میشمارد و برای تنبیه خیش پنهانی خود را به بی احتیاطی های خطرناکی محکوم می کند
که عرق سرد بر پیشانیش می نشاند و حیثیتش را اندکی، خیلی اندک، در چشمان خود او اعاده می کند. این نیکومد خردسال غالباً بر خود و شکستهای خود است که پوزخند می زند. ولی از جهانی که او را چنان که هست از آب و گل در آورده است رنجشی به دل دارد و پیش از همه از مادرش. آنت از قیافه دشمنانه او سردر نمی آورد. چقدر این پسر خود خواهه، به فکر هیچ کس جز خودش نیست. به فکر کسی جز خود نیست؟ چه بر سرش می آمد؟ اگر او به فکر خود نمی بود، چه کسی از او دفاع می کرد اگر او خود نمی کرد؟ مادر و پسر تنها و در خود فرو رفته روبروی هم می مانند. هنگام مهربانی ها دیگر نیست. آنت به تکرار گله‌گذاری مادران می پردازد. بچه تر که بود چقدر مهربون تر بود؟ و اما او با خود میگوید که مادران کودکان خود را جز برای تفریح خود دوست ندارند. هر کسی فقط خود را دوست دارد. نه، هر کدامشان میخواستند که دیگری را دوست بدارند. ولی هنگامی که تو در خطری باید به خودت فکر کنی. نوبت فکر به دیگری پس از آن میرسد. اگر تو بگذاری که دیگری به گردنت آویخته باشد، چگونه خواهی توانست خود را نجات دهی؟